برای اینکه من بخوام از پلاگین سیبر استفاده کنم، ببینید میایم توی قسمت افکت ها و از این بخش ویدیو کاپایلت باید سیبر رو انتخاب کنیم، اما الان همونطور که میبینید این بخش غیر قابل استفاده است. دلیلش هم اینه که ما هنوز هیچ گونه آبجکتی توی این قسمت نداریم که بخوایم این پلاگین رو بهش اختصاص بدیم. پس من توی این قسمت کلیک راست میزنم، از قسمت نیو یه دونه شی استالی رو ایجاد میکنم، اسمش هم مهم نیست، مثلا مینویسم تست سالید و ابعادش هم همون 1080x1080 در نظر میگیرم و رنگ بک‌گراند رو هم میتونم تغییر بدم، مثلا همون رنگ مشکی رو بهش اختصاص میدم و اوکی رو میزنم. و همونطور که میبینید اینجا یک آبجکت با اسم تست داش سالید برای من ساخته شد. خب من میرم از قسمت افکت، ویدیو کوپایلت و سیبر رو بهش اختصاص میدم. میبینید که یک شیء جدید توی صفحه ایجاد شد با رنگ آبی و با استفاده از این شی ما میتونیم لوگو موشن خودمون رو پیاده سازی کنیم. همونطور که میبینید حالت دیفالت این سیبر به صورت یک خط صاف هست و شما اگر بخواید به یک لوگو یا یک شی این رو اختصاص بدید باید اول یک مسیر ایجاد کنید. من میام توی این قسمت این رو انتخاب میکنم و اول کار افکت سیبر رو دیسیبل میکنم که کارم رو انجام بدم. ببینید روی این دکمه کلیک میکنم و میبینید که سیبر نشون داده نمیشه. و از قسمت پس ببینید با استفاده از ابزار پن تول میام و یک ام اینجا رسم میکنم به این صورت این ام رو من کشیدم و دوباره این ابزار رو انتخاب میکنم و این ام رو به وسط صفحه میتونم منتقلش کنم به این ترتیب. خب کافیه که من الان توی این قسمت سیبر رو فعال کنم و وقتی که بخوام دور این فضا بیاد و روی این مسیر قرار بگیره میام از توی قسمت کاستومایز کور و توی این قسمت سیبر رو به روی لایر ماسک قرار میدم. همونطور که میبینید الان اون خط صافی که وجود رفت از بین رفت و اومد روی این مسیری که من اینجا داشتم و دور این مسیر رو میاد پوشش میده. خب من اول کار اومدم با استفاده از یک مسیر ساده و میخوام همه این قسمت ها رو به شما توضیح بدم و بعد از اون این بخش ها رو توی لوگوی خودمون پیاده سازی میکنیم. خب همونطور که دیدید ببینید اینجا ما توی بخش افکت کنترل هستیم، اینجا پروژه هست و اینجا افکت کنترل هست که جلوش هم نوشته این افکت کنترل مربوط به سیبر و آبجکت تست داش سالید هستش. از این قسمت شما میتونید رنگش رو عوض کنید. ببینید من میتونم رنگش رو به رنگ سبز، زرد و قرمز در بیارم، هر رنگی که شما خودتون دلتون بخواد. مثلا من یک رنگ بنفش رو انتخاب میکنم. از این قسمت بخش گلو اینتنسیتی شما میتونید میزان شدت نورانیت این قسمت رو کم یا زیاد. ببینید من الان از 50% کمترش میکنم، میبینید که کمتر میدرخشه و وقتی که بیشترش کنم درخشش این بخش بیشتر میشه. همون روی 40% من قرارش میدم، به نظرم کافیه. از قسمت کور سایز شما میتونید این بخش ها رو یه مقدار ضخیمتر و کلوفترش کنید. ببینید این بخش وسطی رو من دارم خدمتتون عرض میکنم که میتونید حسابی کلوفتش کنید یا حسابی نازکش کنید. دیگه این بستگی به سلیقه شما داره و من این رو روی عدد 8 قرار میدم، یه مقدار زیاده، همون 5 به نظرم کافیه. و توی بخش کاستومایز کور که بخش اصلی ما هست برای انیمیشن دادن میایم و این قسمت ها رو با هم دیگه بررسی میکنیم. قسمت ماسک اِوولوشن رو در ادامه بهتون معرفی میکنم، اما استارت سایز چیکار میکنه؟ ببینید من اگر این سایزش رو کم کنم میبینید که بخش استارت از بخش اند یه مقدار نازکتر میشه. اگر دقت کرده باشید وقتی که من مسیر رو داشتم میکشیدم از این نقطه شروع کردم، پس نقطه استارت من اینجا هست و وقتی که من مقدار استارت سایز رو کم میکنم ابتدای مسیر برای من یه مقدار نازکتر میشه. خب من این رو بیشترش میکنم، میبینید که وقتی که بیشترش میکنم قسمت اول مسیر من از قسمت آخر یه مقدار ضخیمتر میشه. من روی همون 100 قرارش میدم. استارت آفست هم در ادامه بهتون میگم و اینجا هم استارت رودنس رو داریم که شما اگر دقت کنید الان یک حالت اینجا یک حالت تیز رو داریم که اگر من این رو بیشتر کنم تقریبا الان چون کیفیتش رو پایین گذاشتم مشخص نیست، اما اگر روی فول بذارم میبینید که به صورت یک نیم دایره هست و تیز نیست، اما اگر که روی همون نیم بذارمش همونطور که میبینید یه مقدار حالتش حالت تیز ماننده. من این رو دوباره روی حالت کوارتر میذارم
چون سیستمم خیلی قوی نیست که بخواد این بخش رو پوشش بده. ولی خب شما اگر سیستمتون خوب میتونید روی فول بذارید که به صورت زنده پیش نمایش اصلی رو اینجا ببینید. همون چیزی هست که توی تنظیمات کامپوزیشن من براش مقدار کوارتر رو ست کردم. خب بخش بعدی اند سایز هست که دقیقا مثل استارت سایزه. اگر من این رو کم کنم میبینید که اینجا قسمت آخر رو میاد و یه مقدار نازکتر میکنه. اگر که من این رو روی حالت قبلی قرار بدم دوباره به حالت قبل برمیگرد و راودنسش هم دقیقا به همون ترتیب خواهد بود. حالا این استارت آفست و این اند آفست به چه دردی میخوره؟ ببینید وقتی که من استارت آفست رو از 0 به 100 میبرم، از ابتدای مسیر به انتهای مسیر میره و این مسیری که قبلش بوده رو از بین میبره. ببینید که این به من کمک میکنه که میتونم یک انیمیشن خیلی جذاب باش ایجاد کنم. و اند آفست هم از 100 به 0 اگر بیایم از آخر میاد به اول. ببینید اگر از 100 بیام به 0 دقیقا عکس مسیر استارت آفست رو داره طی میکنه، به این صورت که من میتونم با استفاده از کی فریم ها این قسمت رو یک انیمیشن بسیار زیبا و جذاب بهش اختصاص بدم. خب این هم از قسمت کاستومایز کور که قسمت های اصلی شروع رو خدمت شما معرفی کردم. و مهمترین بخشی که من توی این قسمت دارم که میتونم این حالت رو تغییر بدم بخش پریست هست که اگر من کلیک کنم روش میبینید که گزینه های مختلفی رو داره. مثلا اگر من روی برنینگ کلیک کنم میبینید که یک حالت آتشین مانند داره و اگر من این رو پلی کنم به صورت یک انیمیشن در میاد که شما میتونید از اون توی لوگو موشن های خودتون استفاده کنید. ببینید وقتی که رندر گرفتنش تموم بشه با سرعت بیشتری شروع میکنه به حرکت. میتونید رنگش رو هم عوض کنید، مثلا رنگ آبی رو براش بذارید، به این صورت هر رنگی که دلتون بخواد. و از این قسمت میتونید بخش های دیگر رو انتخاب کنید، مثلا بخش الکتریک رو انتخاب کنید. وقتی که پلی میکنی میبینید که به این صورت داره اجرا میشه. حالا با توجه به مطالبی که قبل از این توی بخش کاستومایز کور بهتون گفتم، ببینید اگر که مثلا من اینجا استارت آفست رو بیشتر کنم، نگاه کنید فقط این بخش رو داره نشون میده و شما اگر استارت آفست رو کم و زیاد کنید، میبینید که بخش های مختلفش به صورت انیمیشن داره اجرا میشه. ولی خب الان این بخش رندر گرفتنش یه مقدار زمان میبره که توی قسمت کی فریم ها به صورت کامل توضیح میدم که چجوری میتونیم انیمیشنش رو ایجاد کنیم. میرم توی بخش الکتریک، فایر رو انتخاب میکنم، به ما آتش رو میده. میبینید که یه افکت خیلی جالبی هستش برای لوگو موشن و شما میتونید رنگش رو تغییر بدید. این رنگ رو مثلا من میذارم. و توی بخش دیستروشن شما میتونید یک سری از این ویژگی ها رو تغییر بدید. توی این بخش میبینید که باز هم ما پارامترهای مختلفی رو داریم. مثلا من اگر این بخش وایند سپید رو بیشتر کنم، این حالت اسموکی که دورش هست یه مقدار تغییر میکنه. اگر بیام توی این قسمت نویز اسکیل رو بیشتر کنم یا کمتر کنم، میبینید که این حالت اسموک و دودی که دورش هست اسکیلش کم و زیاد میشه که شما میتونید با توجه به سلیقه خودتون اینها رو کم و زیاد کنید. اینجا هم باز حالت این نویزی که پشتش هست رو کم و زیاد میکنه. من اگر بیام روی حالت هاف قرار بدم یه مقدار بهتر مشخص باشه، ببینید الان یک حالت نرمتری رو به خودش اختصاص داد. توی بخش موشن بلور اگر این مقدار رو بیشتر کنید، این حالت اسموکی که پشت سرش هست یه مقدار محوشدگی بیشتری خواهد داشت. و اگر مقدار موشن بلور رو صفر کنیم، میبینید که از اون حالت محوشدگی که وجود داشت کاسته میشه. خب حالا شما میتونید قسمت هم اسموک رو انتخاب کنید. میبینید که یک مقدار حالتش به صورت بخار مانند تبدیل میشه، حالت فلوید و حالت انرژی که برای پریست فایر این بخش به صورت دیفالت روی حالت انرژی هستش. از اینجا هم میتونید باز این مقدار رو کم و زیاد کنید، دیستروشن اماونت. اگر مقدارش رو هر چقدر کمتر کنید، میبینید که یه مقدار به درخشندگیش اضافه میکنه، ولی هر چقدر که بیشتر کنید میبینید که یک حالت کنتراست بالایی رو داره برای شما نشون میده. و به نظر من این حالت شاید توی لوگو موشن های مقدار جالبتر و جذابتر باشه. این هاف رو من به روی کوارتر میارم که یک پیشنمایش کلی ازش ببینم. همونطور که میبینید این بخش داره جلو میره و تا اینجایی که ثبت شده رندر گرفته شده. وقتی که تا آخر رفت و دوباره خواست از اول برگرده، از این رندری که قبلا ایجاد شده استفاده میکنه و سرعت اینجا بیشتر میشه. ببینید در واقع سرعت اصلی این قسمت به این صورته. خب
بخش گلو دیستریبیوشن رو هم می‌بندیم، میریم روی کور دیستریبیوشن، یعنی در واقع همین مسیر امی که من اینجا ساختم. توی بخش گلو دیستریبیوشن داشتیم روی این فضای دور و این حالت اسموکی که دورش بود رو ایجاد می‌کردیم، ولی توی کور میایم و بخش اصلی رو ما ایجاد می‌کنیم. خب اینجا هم می‌تونیم ببینید به این صورت، اگر کم و زیادش کنیم یک حالتی رو، من این رو روی هاف بذارم، به این صورت ایجاد کنیم که خب البته شاید برای این مورد زیاد جالب نباشه، اما حالا شما میتونید بستگی به سلیقه خودتون این قسمت رو کم یا زیاد کنید. مثلا به این حالت در بیاریم، ببینید که نتیجه ما به این صورت خواهد بود. من به همون حالت اولیش برمیگردونم، اندازه 20 بود. و تو این قسمت هم باز میتونید اسموک رو انتخاب کنید یا میتونید انرژی رو انتخاب کنید. اگر من این رو اجرا کنم میبینید که نتیجه به چه صورتی خواهد بود. این قسمت ها رو هم شما میتونید خودتون تست کنید ببینید. مثلا میتونم این حالت انرژی که داره رو یه مقدار به اطراف بیشتر انجام بدم و اسکیلش رو بیشتر کنم یا اسکیلش رو کمتر کنم، که اینها کاملا سلیقه‌ایه و شما باید با آزمون و خطا به چیزی که دوست دارید برسید. ولی خب من اینا رو به حالت دیفالتش برمیگردونم که یه مقدار حالت زیباتری رو داشته باشه. و بقیه قسمت‌هاش هم همونطور که می‌بینید دقیقاً با این قسمت‌هایی که توی گلو دیستریبیوشن داشتیم با هم دیگه یکسان هستن. پس این هم از بخش دیستریبیوشن. خب دیگه توی بخش سیبر ما چیزی نداریم که بخوایم به شما معرفی کنیم. یک سری معرفی های کوتاه دیگه وجود داره که در ادامه که میخوایم کی فریم ها رو معرفی کنیم خدمت شما عرض میکنیم.